رشیدلک سام سراوی هستم. جلسه 14 از آموزش زبان تبتی رو امروز به اتفاق آغاز میکنیم. امروز در مورد در واقع جایگزین کردن بعضی از حروف تبتی به جای بعضی از آواها و صداها و حروف زبان سانسکریت صحبت میکنیم. از اونجا که زبان تبتی دارای آواهایی هست که در زبان هندی نیست و در زبان هندی آواهایی وجود دارن که در زبان تبتی نیست، وقتی که دعاهایی به زبان سانسکریت وارد در واقع تبت میشه، برای اینکه بتونیم اونها رو تلفظ بکنیم مجبور هستیم اضافه بر الفبا و حروفی که در زبان تبتی هست ما رسم الخط های دیگه رو داشته باشیم، که من نمونه هایی رو اینجا برای شما نوشتم. البته سعی کردم تمامش رو بنویسم براتون که در تکه هایی از دعاها که به نام تیکا یا تکه به زبان خودمون هم همون معنا داره، در تیکا ها وجود داره ازشون بهره ببرید. اینجا میبینیم کا هاتاک، یعنی کا چسبیده به ها و خونده میشه قا یا کا کا، خیلی که در واقع در حلقوم باید تلفظ بشه و با ه بچسبن به هم، کا هاتاک کا کا. ببینید، خب این رو ما فقط در زبان سانسکریت به این صورت داریم و وقتی در زبان و در واقع دعاها میخوایم به خط تبتی بنویسیم مجبور هستیم که این حروف رو ابداع بکنیم و این کار رو کردند زبانشناسان قدیم تبت. جا هتاک جا جا، که حتی گا هم گفته می شده. دا ببینید برعکس نوشته میشه اینجا. بعضی از حروف برعکس نوشته میشن. دا تا برعکس حالت عادیه. دا هتاک تا دا هتاک تا. اینجا ببینید این دا باز فرق داره، یک مقداری روش حالت ساکن داره، دها دها، ولی این تا و شا که حالت برعکس رو داره. همونطور که میبینید در آخرین خط شا از این ورش به معنی گوشت بود، اما اینجا شا یک شا نیزال و تو دماغیه، شا یه حالت شا 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 باید تو دماغی باشه، تلفظ بشه که در زبان سانسکریت فقط هست. خب حالا حروف صداداری که در زبان سانسکریت استفاده میشه، این دوتا نقطه که اینجا هستش با آ اگر بیاد خونده میشه آه اوم آه هونگ آه آه، یک نداست، یک نجواست و یک مانترا و ذکر هم هست. این علامت نقطه که وقتی بالا میاد به معنای اوم خوانده میشه، پس این خوانده میشه اوم. به تبتی اگر بایم اوم رو بنویسیم، اوم هندی رو که دیگه همه خیلی هم میشناسن و میدونن، به تبتی اگر بخوایم بنویسیم اوم رو که از سانسکریت وارد زبان تبتی شده به این صورت میشه اوم. خب وقتی دو تا نارو گذاشتیم بالا میشه او کشیده تر میشه، اگر یک نارو بود او، دو تا نارو او و همینطور میبینیم دو تا درمبو کشیده تر. و اما اون دو تای آخری دو تا همزه هستند، دو مدل همزه که خب میدونید که دیگه در ته گلو ادا میشن که خیلی خصوصی میشه، اشاره برسیم بهش بگیم. و بعد انواع آ میبینیم اینجا آ کشیده هستش، اینجا در واقع ای هستش و این یک اوی کشیده و مددار هست. یک آ گذاشتیم، یه دونه آتاک یا یک همزه زیرش اضافه کردیم، یه دونه شاکیو گذاشتیم اینجا و این ستا با هم یه خونده شد او کشیده. این یک ری صدادار هست. ما در زبان فارسی اصلا ری صدادار نداریم، اما اونها این ری کوتاه است. یعنی حتی روی ری موسیقی میخونن، یعنی ری رو به عنوان یک حرف صدادار مثل ما که روی آ و او چهچه میزنیم یا میخونیم، اونا روی ری و روی نه حتی و با تغییر دادن این دوتا دو مدل ر رو میتونیم داشته باشیم. خب امیدوارم که این جلسه براتون جذاب بوده باشه. زبانهای آوایی این خصوصیات رو دارند و انشاءالله از جلسه بعد برای شما قطعاتی از یک دعا رو اینجا مینویسم براتون و برای شما توضیح خواهم داد که چجوری میشه این حروف رو تشخیص داد و اونها رو خوند. ممنونم ازتون. تا جلسه بعد خدا نگهدار.